امروز پنج روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری سپری می شود. اما نهاد ناظر انتخاباتی فیفا از کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی نگران است و این نهاد خواهان تشکیل یک اجماع سیاسی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را یک دسیسه می خواند و می گوید که در شرایط کنونی باید صلح به جای انتخابات در اولویت قرار داده شود. اما هنوز هم به گونه دقیق روشن نیست که در شرایط کنونی اجماع روی توافق صلح است و یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، که روی همین مورد بیشتر بحث میکنیم. مهمانان برنامه آقایان دکتر مهدی عارفی، سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر فرامرز تمنا، آقای نصرت‌الله بهرنگ، عضو ستاد انتخاباتی دولت ساز، آقای نادر احمدزی، معاون تکت انتخاباتی آقای حکیم ترسن. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنیم. آقای عارفی، امروز پنج روز از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی سپری میشه. فضای مبارزات انتخاباتی بیانگر چی است؟ فضای مبارزات انتخاباتی بیانگر ای است که تیم حاکم تمام تلاش و امکانات خودش را مورد استفاده قرار میده، به صورت غیر قانونی، به صورت سوء استفاده گرانه، تا ای که بتانه نتیجه مطلوب خودش را به دست بیاره. شما کمپاین ها را که میبینید، جدا از اینکه بحث کمرنگ یا پررنگ بودن بحث را ببینید، چیزی که جالب توجه است این است که عمده کمپاین مربوط به تیم حاکم میشه و سوالی که پیش میاد این است که از کجا تامین میشه، چرا اینقدر پررنگ اینا وارد میدان شدند. یعنی پرسش هم اینجاست که چرا تیم های دیگر مبارزات انتخاباتیشان خیلی کم رنگ است. دیروز آقای رحمت الله نبیل که یکی از تکت های انتخاباتی است، اونا گفتند که به دلیل موجودیت تهدیدات امنیتی و عملی نشدن بسته پیشنهادی امنیتی از سوی حکومت، اینا مبارزات خود هنوز شروع نکردن. برای تکت شما چی است دلیل کمرنگ بودن مبارزات انتخاباتی تان؟ تیکت انتخاباتی ما فعالیتش کمرنگ نیست. با توجه به اون استراتژی تبلیغاتی و استراتژی ارتباطی که ما داریم، همونطور پیش میریم و بر او استراتژی نمیتونیم بگیم که کمرنگ است. یک نکته ای که وجود داره ای است که شاید ای که تیمای دیگر غیر از تیم حکومت کمپاینشون کمرنگ است، حتی تیم آقای عبدالله هم کمپاینش یک اندازه کمرنگ است، به خاطر از ای است که یک اندازه بیباوری به اصل برگزاری انتخابات هرچی پیشتر میریم جدیتر شده میره و این باعث میشه که یک احساس بکنن که کار بهودهی انجام میدن و منتظر هستن ببینن که چی خواهد شود. خب امروز رئیس جمهور پیشین کشور هم در آمد و یک بیانیه داد و در اونجا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را یک دسیسه خواند و گفت که باید روند گفتگوهای صلح در اولویت قرار داده شود و در صورتی که انتخابات برگزار شود با آینده افغانستان آسیب میزنه. واقعا چنین است؟ نمیدانم که منظور آقای کنزه از این گپ چی است که انتخابات اگر برگزار شود با آینده افغانستان آسیب میزنه. منتها خب باید کلانای این کشور بشینند ببینند که برگزاری انتخابات به صلاح هست یا ای که فعلا انتخابات برای یک مدتی به تعویق بیفته. گپی که هست این است که تیم حکومت چون منفعتش به برگزاری انتخابات هست، با تمام تلاش خودش رو میکنه، تمام امکانات خودش رو به کار میگیره که انتخابات برگزار بکنه. چرا؟ چون هر حالتی، هر رخداد غیر از برگزاری انتخابات منجر به کنار رفتنش، منجر به منزوی شدنش میشه. به همین دلیل یک حالت دوگانگی شکل گرفته که انتخابات یا صلح. اگر نه، در اصل نباید تو باشه، نباید انتخابات با صلح منافات داشته باشه یا صلح با انتخابات منافات داشته باشه. این دو خب دو حالت متضاد با هم که نیستند که. پس راه حل را که نهاد ناظر انتخاباتی فیفا پیشنهاد کرده که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بیایند یک اجماع سیاسی را تشکیل بدن و به خاطر بیرون رفت از این معضل مشوره بکنن، فکر میکنین که راه حل شمی است؟ اجماع سیاسی به معنای اینه که تیکت های مختلف یک تیم شوند، به این حالت خب ممکن نیست. حتی دو گروه از اینا نخواد که یک جای شوند. این که منظورشان از اجماع سیاسی چی است باید مشخص شود. به هر حال چیزی که واضح و مشخص است از اتفاقاتی که این روزا به کشور ما جریان داده است که
تیم حکومت تمام تلاش خودش را تمام برنامه‌های خودش را معطوف به برگزاری انتخابات کرده و حتی ممکن است که کارشکنی‌هایی هم در مقابل برنامه‌ای که او طرف داستان در مورد موافقتنامه صلح جریان داره ایجاد بکنه. مورد دیگری که در چنین وضعیتی که از یک طرف مردم بی‌باور است نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از طرف دیگر تکت‌های انتخاباتی هم علاقمندی چندان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارند، در چنین حالت وقت رئیس جمهور پیشین کشور میآید و تمام این روند میگه که مسئولیتش به دوش افغان‌ها نیست و خارجی‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند. مشخصاً گفت که در حال حاضر برگزاری و نتایج برآمده از انتخابات به دست افغان ها نه بلکه مستقیم توسط امریکا رقم زده میشه. این چقدر این روند میتونه آسیب بزنه؟ اول یک نکته بگویم در بین گفای شما که یک اندازه نیاز به اصلاحات دادی است که شما گفتید که تیم های مختلف علاقمند نیستند. علاقمند هستند، منتها فعلا تکلیف خود را نمیدانند. خب حداقل دو تا تیکت انتخاباتی که یکی آقای اطمر بود و یکی هم رحمت الله نبیل، اینا خودشان گفتن که در نتیجه عملی نشدن بسته پیشنهادی امنیتی اینا پیکارهای انتخاباتی خود به تاخیر انداختن و رسما آغاز نکردن تا اینکه حکومت این تعهدات خود عملی نکنه. دسته انتخاباتی آقای اطمر، خب چی میشه گفت، دسته انتخاباتی آقای اطمر از همون وقتی که اینا از امنیت ملی استفاده دادند همیشه شایبه ایجاد شد که اینا به انتخابات میآیند و با هدف شکستاندن آرای دو گروه مردمی دیگر تلاش خواهند کرد. شما خواهید دید که دسته انتخاباتی یا تیم انتخاباتی آقای اطمر یک تیم فیک است، یعنی به انتخابات نخواهد رفت، یا قبل از او خود را کنار میکشه به سود تیم حکومت یا بعد از او. به هر حال او یک تیم واقعی نیست که بره به انتخابات و هدفش پیروزی به انتخابات باشه. این کاری هم که میکنن دوانجویی است دیگه. تشکر آقای احمد زی. برای تکت انتخاباتی شما در صورتی که تصمیم گرفته شده برای تاخیر انتخابات ریاست جمهوری به خاطر موافقت روند صلح موافق هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستا احترامات تقدیم می دارم به همگی، بخصوص دوستای عزیز که در این نشسته و بیننده های عزیز تلویزیون خورشید. ببینین یک موضوع بسیار مهم و حاد ما شما همیشه روی از بحث کردیم که افغانستان نیاز به صلح داره و همیشه پافشاری یک تیم مشخص روی از این موضوع است که نه اول باید انتخابات شد. شما ناکامی همون تیم در انتخابات پارلمانی هم دیدین دیگه که تاکیدش روی از این بود که انتخابات پارلمانی باید به عجله صورت بگیره. نتیجهش شما بهتر دیدین که 16 ولایت تا ال حال به اصطلاح یکی اینا سرتیفیکیت های وکلا را توزیع کردن اما بحران باقی مانده. تعداد شما تا حال میبینین که دهنهای خود میبند به اصطلاح میدوزن و داد میزنن که حقوق ما داده نشده و به شکل بسیار به اصطلاح دیکتاتوری نه دموکراسی نتایج کابل به داخل ارک خواسته شد، اعلان شد، کمیسیون گفت که ما خبر نداریم تا یکونیم بجره. لحاظا او تیم در صدد هر نوع بحران شما میکنه، هر نوع بحران که چون اونا برای بقای قدرت خود یکی چی برنامه داره، اما نتیجهش به شهروندای افغانستان معلوم است که او جنگ است، چون که در تضاد با منافع ملی و صلح قرار گرفته. یعنی شما با صحبت های رئیس جمهور پیشین کشور موافق هستید که در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود پیش از توافق صلح به زیان کشور است؟ ببینید یک چیز بگم که انتخابات اصل دموکراسی است، یک نظام جمهوریت است، اما حال که به او حرفایی که قبلا او تیم در که سر حاکمیت به اصطلاح حاکمیت در اختیارش است، من نمیفهم که چرا حال نه داد از جمهوریت میزنه و نه از دموکراسی، حال به طرف روند دموکراتیک نمیره. به روند دموکراتیک صلح نیاز است. شما وقت صلح نداشته باشین، شما روزانه حداقل 100 شهروند خود از دست میدین، پس روی کدام منطق ما باید به طرف انتخابات بریم؟ اما انتخابات اصل جمهوریت و اصل چیز است، دموکراسی است. خب چی عوامل سبب شده که شما فکر میکنین که تیم حاکم باورمندی به روند دموکراتیک نداره؟ خب ببینین خو از نو شروع نشده، هیچ تقریبا 7 ماه است که 8 ماه شده، 8 ماه گذشت که تیم حاکم همیشه داد میزنه که اول انتخابات. من پیشتر مثال دادم، شما انتخابات پارلمانی رو دیدین با چی بحران ها کشان، به می شکل این انتخابات هم به هیچ وجه نمیتونه گارانتی بده یا تضمین بده.
و اگر هر کشور به این انتخابات به این کمیسیون کمک کنه به مو پافشاری که تیم حاکم میگه، من فکر نکنم که بلکه اونا به امنیت مردم عام افغانستان و به صلح خیانت میکنه. اگر روی امی دلیل است که ما معتقد به صلح هستیم. موضوع حرفای آقای رئیس جمهور قبلی که شما میگن کرزی، در بعضی مسائل ما با او موافق نیستم، اما در همچون یک مسئله که مسئله صلح یا ملی باشه، ببینین این بسیار شرط اهم است که تمام شهروندا در انتخابات سهیم باشن. شما ولسوالی ها را ببینین، ولایات ببینین، در داخل شهر کابل ببینین، هیچ تضمینی وجود نداره. این فساد کمیسیون یک طرف بانن که انشالله باز ما شما در آینده خواهیم دید با سرش بحث ها خواهد شد، اما یک موضوع که حال ما شما میگیم که در کدام شهروند ما به حضور جمهوریت خودت در جمهوریت ببینه، خودت در دموکراسی ببینه. اویی که روز 100 نفر شهید میته باز بیا باز رای بده، اویی که هر روز مناطقش سقوط میکنه. من نمیفهم که روی چی دلیل است که تیم حاکم به یک موضوع پافشاری داره که نه انتخابات شو نه انتخابات. یعنی تشکر. تشکر. بیننده های گرامی، یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه ارگ 98 از تلویزیون خورشید خوش آمدید. آقای بهرنگ، چرا تیم دولت ساز همواره تاکید بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داره؟ به نام خدا، با عرض سلام ادب خدمت شما همکاران در بحث و بینندگان محترم. مطابق به حکم قانون اساسی افغانستان، انتقال قدرت در یک نظام جمهوری و دموکراتیک بر اساس آرای مردم امکان پذیر است و تاکید بر برگزاری انتخابات به معنی تطبیق قانون اساسی افغانستان است. دوستایی که اشارات داشتن بر اینکه چرا انتخابات تیم دولتساز تاکید به برگزاری انتخابات داره، ما میخوایم دلایل برگزاری اشاره داشته باشم و بعد یک سلسله انتقادات و یا اتهاماتی که برای تیم دولتساز وارد شد و اونا باید پاسخ داشته باشم. خب حداقل موارد را که شما گفتین که بر بنیاد قانون اساسی، یعنی فکر میکنین در شش میزان که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه چیزی است که در قانون اساسی افغانستان است؟ قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده بود که انتخابات باید در ماه جوزا برگزار شود. خب چرا نشد؟ بنابر شرایط و محدودیت هایی که ایجاد شده بود در کمیسیون انتخابات و مسائل دیگر، مجبوریت های ملی که وجود داشت، انتخابات به تعویق افتید و این صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی است. اونها میتونن با در نظر داشت شرایطی که در قانون انتخابات پیش بینی شده، یعنی در این قسمت کوتاهی تیم حاکم نمیپذیرن مجبوریت های ملی را. نه خیر، یک سلسله مجبوریت های ملی وجود داره، یک سلسله شرایط وجود داشت که ناگزیر بودیم باید انتخابات به تعویق بفته. از جمله یکیش ای بود که کاندیدای محترم تاکید به این داشتن که در قانون انتخابات باید تعدیلات به وجود بیاید تا بتونن مطمئن شوند به برگزاری انتخابات شفاف، که یک بخشی از دلیل به تعویق افتادن انتخابات امی بود. یعنی به این هدف باز رسیدن؟ بله، فعلا اعضای کمیشنرهای هر دو کمیسیون مطابق با آرای اینا تعیین شده. خب همین قانون جدید انتخابات که تعدیل شد در همانگی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شما شاهد هستین که همین قانون هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مورد نقض قرار گرفت. از جمله وقتی در قانون انتخابات اشاره شده که ثبت نام و تمام مراحل رایدهی به گونه بایومتریک و الکترونیکی صورت بگیره که نگرفت. خب اگر یک تعداد چیزی که دوستان را به عنوان ضعف یا انتقاد میپندارند که در کارکردهای کمیسیون وجود داشته باشه، پاسخگوی از او تیم دولتساز نیست. اونا میتونند پاسخ خود از کمیسیون انتخابات داشته باشند و کمیسیون انتخابات باید پاسخ بده. ولی برگردیم به اصل موضوع که بسیار مهم است، ایست که متاسفانه یک تعداد تیم های رقیب ما و تیم هایی که ثبت نام کردن و باید برن به طرف انتخابات، اونا چون به پیروزی باور ندارند، بهانه تراشی به این دارند که بتانند دلایل پیدا بکنند یا بهانه هایی به این که چرا کارزارهای انتخاباتیشان پر رنگ نیست، چرا کمپاین نمیکنند، یک بهانه به این بیارند که تیم دولت ساز. یعنی موارد را که تیم های حاکم حداقل دو تیمی که در امیجا حضور داره استفاده از امکانات دولتی، بله، نمیپذیرین؟ نه خیر،
تیم حاکم رئیس جمهور غنی در عین حال که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است رئیس تیم دولت ساز هم است. اگر رئیس جمهور شما بپذیرین نپذیرین بحث جداست، بله. اما شما شاهد هستین که کمیسیون شکایات انتخاباتی به تیم حاکم اختاریه داده، نهادهای ناظر انتخاباتی تیم دولت ساز متهم کردن به قانون شکنی در کارزارهای انتخاباتی. خب شما اجازه بدین که من دلایل را تکمیل کنم. ای که ادعا میشه تیم دولت ساز از امکانات و سهولت های دولتی در کمپاین استفاده میکنه، این در حد یک ادعاست. مرجع رسیدگی به ادعا کمیسیون شکایت انتخاباتی است. خب دوستا میتونن رئیس جمهور با یک هواپیمای نظامی از ارگ میره خیمه لوی جرگه، این امکانات دولتی نیست؟ دوستا میتونن مستند خوب این مستند شکایات خود به کمیسیون سهم شکایات برسونن که ما از هر نوع شکایتی که بتونه روند دموکراتیک انتخابات شفاف بسازه و به پروسه انتخابات کمک بکنه حمایت میکنیم. رئیس جمهور، ما پیشتر اشاره کردم، در عین حال که رئیس تیم دولت ساز است، رئیس جمهور بر حال کشور است و او نمیتونه مانند یک کاندید عادی با سفر و رفت و آمده داشته باشه که مطمئنا شما و بینندگان محترم درک میکنند. این امر توجه پذیر است به خاطر استفاده از امکانات دولتی؟ نخیر، استفاده ای به معنی سوء استفاده از امکانات دولتی نیست. اگر چنین ادعایی وجود داره، مرجع رسیدگی به این کمیسیون سهم شکایت است. دوستان میتونن با اسناد و مدارک دو برسن. ولی دوستایی که اشاره کردن به ای که ما باید اولویت ما آیا صلح هست یا انتخابات، و تاکیدشان دوستا به این بود که تیم دولت ساز تنها تیمی است که تاکید بر اولویت در انتخابات داره، بله، این را ما با افتخار میپذیریم که برگزاری انتخابات تنها راهی است که میتونه یک دولت مشروع قانونی فراگیر را به وجود بیاره، و این به معنای نفی صلح نیست. ما همزمان هم علاقه داریم و هم فعالیت های ما طوری به پیش میره که رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور به مذاکرات صلح پیش میبره و از استقبال میکنه، ولی در عین حال به عنوان نامزد انتخاباتی متعهد به برگزاری انتخابات است. یعنی ملاک فراگیر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری برای شما چی است؟ فراگیر بودن به معنی عزیز که همه شهروندای افغانستان زمینه مشارکت سیاسی که یکی از اونا شرکت در به عنوان رای دهنده و رای گیرنده است، این میتونه باشه. در عین حال شرایط برشان مساعد نیست. در عین حال یک سلسله چالش های امنیتی وجود داره که این قابل درک است، ولی حکومت مکلف و مسئول است که امنیت را تا حد توان تامین بکنه که امو فراگیر بودن انتخابات تامین شود. صلح نیاز همه ماست، صلح را هیچ کسی مخالفش نیست، ولی صلح با عجله نمیشه. صلحی که شما با عجله بخواین یک صلح شکننده خواهد بود. ما طرفدار صلح هستیم، ما میخواهیم، ما موقف ما ایست که صلح یک پروسه است، انتخابات پروسه دیگری است. خب مورد دیگری که آقای احمدزی اشاره کردن که تیم حاکم باورمندی به نظام دموکراتیک نداره، پاسخ شما؟ ما قبل از اینکه به انتقاد که احمدزی صاحب داشتن به او بپردازم، به دو مورد دیگه باید اشاره کنم. ایست که بحثی که آقای عارفی گفتن که بعض تیم های انتخاباتی به اندازه گیچ هستن که تکلیف خود نمیفهمن که در انتخابات چی باید بکنن. ای که تیم های انتخاباتی تکلیف سیاسی خود را نمیدانند که در این وضعیت چه باید بکنند، مقصر از تیم دولت ساز نیست. اینها باید برنامه های خود برای انتخابات داشته باشند. ما تا هنوز بیش از 2 یا 3 تیم شاید برگزاری کمپاین های انتخاباتی نیستیم، و این نشان دهنده عدم بر نداشتن برنامهشان برای کارزارهای انتخاباتی است، و به نوعی هم میتونه به این باشه که خود تیم ها ممکن به برگزاری انتخابات باور نداشته باشند، یا اولویت های دیگری داشته باشند که انتخابات اولویتشون نباشه. احمدزی صاحب انتقادی که داشتن، تنها دلیلی که در اینجا میتونه کفایت بکنه ای که تیم دولت ساز تاکید به برگزاری انتخابات داره، به معنای داشتن اعتقاد عمیق و اساسی به قانون اساسی و به ارزش های دموکراتیک است. این که شما به انتخابات را تاکید داشته باشین که برگزار شود، به معنای این است که شما اعتقاد به ارزش های دموکراتیک دارین. ولی اگر شما
بهانه به این بیارن که انتخابات برگزار نشود، بهانه به این بیارن که تیم دولت ساز، تیم حاکم است از امکانات استفاده میکنه، در حالی که مرجع رسیدگی به وجود داره. این خودش معنایش نیست که تیمای دیگری به روندهای دموکراتیک باور ندارن. بعض تیم‌ها متاسفانه دل خوش کردن به اینکه طالبان چی میگن، بعضیا زیر تبلیغاتی میرن که حکومت موقت ممکن بیاد ما رو جایگاه داشته باشیم. ما از پیشنهادی که فیفا ارائه کرده به این شرط، ما جزئیات اون رو نمیفهمیم، ولی اگر شرط پیشنهاد فیفایی باشه که تمام تیم‌های انتخاباتی اجماعشون با برگزاری انتخابات باشه، یا جدیتر به این موضوع بپردازن که برای برگزاری انتخابات کمک بکنه، ما ازی حمایت میکنیم. ما دوستای ما رو دعوت میکنیم که شما برای برگزاری انتخابات باید وجود داشته باشه. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدید. آقای عارفی، با در نظر داشتون چرا که آقای بهرنگ گفتن واقعا در تیم شما برنامه مدون و منظم وجود نداره و تیم شما انتخابات برش به عنوان یک اولویت نیست؟ من نمیدونم چرا یک سوی تفاهم صورت گرفت که گفتن که دیگرها کمپاین نمیکنند. من اگر گفتم دیگرها، منظور تیم خود ما نبود. اتفاقا ما کاملا فعال هستیم. از امروز اول تمام برنامه های ما طبق او برنامه ریزی که داریم، حالا شاید برنامه ریزی ما تو باشه که همینطور رفته رفته بازی رو گسترش بدیم، منتها برنامه ریزی به خود داریم و کمپاین ما کاملا فعال است. از امروز اول فعال است و این که گفته شد که تیم های دیگه به پیروزی باور ندارن، اتفاقا بسیار به پیروزی خود باور داریم و به شکست این تیم حاکم بسیار باور داریم. آنقدر نفرت، آنقدر بیزاری، آنقدر بی‌باوری نسبت به تیم حاکم در بین توده مردم و جامعه پررنگ و گسترده است. شما کافی است یک بار به میان مردم، به دل جامعه برید، ببینید که چه اندازه نفرت و بی‌باوری از تیم حاکم، از سوء استفاده‌ای که اینا به این چند سال حکومتداری خود کردند، از ناکارآمدی که نشان دادن وجود داره. چیزی که من میبینم، اگر انتخابات باشد، یک شکست سختی تیم حاکم خواهد خورد. اتفاقا خیلی باور داریم به پیروزی خود و مورد دیگه ایره که قبلا شما به عنوان نگرانی مطرح کردین که تیم حاکم از امکانات دولتی به نفع خودش استفاده میکنه و سرگرم فراگیر ساختن کارزارهای انتخاباتی است که آقای بهرنگ رد کردن چنین موارد. خویی به گپ ساده است که رد بکنن دیگه. شما شواهد رو ببینید، کدام پایه برق است که پلیس های نو و عکس های آقای غنی به اون نصب نباشه؟ نه یک دونه، چند دونه، چند دونه. اینا از کجا میشه؟ نیاز به گپ زدن نیست، کافی است که ما شواهد عینی و میدانی رو ببینیم که چند اندازه از اینا صورت میگیره. حتی به این دوره آمدند و او هزینه های مجاز انتخاباتی را حدود 44% فکر میکنم که افزایش دادند. حتی از مو هم اینا تخطی خواهند کرد و بیشتر مصرف خواهند کرد. یک نکته دیگر بگویم که باز به امی ربط پیدا میکنه، این است که به همکارای خودم، به امی تیم دولت ساز توصیه میکنم که از دریچه قانونی وارد بحث نشوند. چرا؟ چون شاید غیر قانونی ترین حکومت افغانستان همین حکومتی است که فعلا وجود داره. آنقدر که قانون اساسی به این دوره نقض شده، شاید هیچ وقتی نقض نشده باشه. حکومت همیشه یک حکومت دست پاشکسته و یک حکومت نیمه و ناقص بود. وزرا همیشه وزرای سرپرست بودند بیشتر از اون مدتی که اجازه داده میشد. آنقدر قانون اساسی نقض شده که حال برگزاری انتخابات را به سیانت و پاسداری حکومت از قانون اساسی خواهشان اینا نسبت ندند، نه به سیانت از قانون اساسی و نه به ارزش های دموکراتیک. تمام گپی که حکومت داره ای است که اگر غیر از انتخابات پروسه دیگه ای، پروسه مذاکرات صلح مشخصا پیش بره، به چه برسه، منجر به کنار رفتن خودشان میشه و افراد دیگری و گروه دیگری به قدرت میرسند. نه بحث قانون اساسی است، نه بحث ارزش‌های دموکراتیک است. اگر بحث قانون اساسی بود، در 5 سال ما دیدیم که قانون اساسی چگونه مورد رفتار قرار گرفت. یعنی در مشخصا در بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، موردی را که آقای بیرنگ گفتن که مجبوریت های ملی، فقط سوء استفاده از امکانات حکومت برای یک بار دیگه قدرت رسیدن و برای 5 سال دیگه فساد تمام گپ همی است. نه قانون اساسی است. قانون اساسی هم اگر باشد، قید از اینکه برای 5 سال نقض شد، قانون اساسی کی انتخابات را جز میکند؟ اینا خود از 5 سال پیش میدونستن قانون انتخابات دوره بعدی باید به او تاریخ مشخص شد. چرا پیش از پیش آمادگی خود نمیگن که تا چند روز مانده به انتخابات باز بگن که این نشده، اون نشده، حال بیاید به تعویق بندازیم.
قبل از قانون اساسی نزدن لطفا از اصلا از دریچه حقوقی و قانونی مورد بحث نشن به هیچ کدام از این مناظراتی که برگزار میشه که باز خودشان به مشکل دچار میشن. تشکر آقای احمد زئی. آنچه که آقای بهرنگ گفتن ظاهرا حکومت وقت تاکید میکنه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یعنی نشان میده که حکومت باورمندی به یک نظام دموکراتیک داره. آقای بهرنگ خودشان فرمودن که ما روی بعضی مسائل مجبوریت های ملی، اگر شما امو برج چیز یادتان باشه جوزا، در اون زمان هم بهانه های گوناگون شد، تمام نوارهای رئیس جمهور فعلا وجود داره. شما استپ بای استپ رو ببینین که نه مجبوریت های ملی رو توانست که توضیح و تشریح بده و فقط بهانه های گوناگون. مجبوریت های ملی روی یک اجماع ملی بیان میشه که اجماع ملی بیا بگه ما روی اینمی دلایل این چیز میکنیم. بسیار فقط دو سه ملاقات که تو ساسای و فلان و بسمات خود کرد آمد گفت مجبوریت، من نمیفهم مجبوریت های ملی چی رو میگه. دوم شما از نظر خودتون از نظر واژه ها بهتر میفهمین. وقتی ما میگیم فراگیر و وقتی میگیم مشروع، فراگیر چی معنا داره؟ ما شما اینجا چند نفر هستیم؟ 10 نفر در تمام میگه 10 نفر فراگیر با کدام فیصدی شما ایره بیان میکنین؟ حداقل 6 نفر باید باشیم یا نباشیم؟ 6 نفر فراگیر ما میتونیم که به اصطلاح توضیحات بدیم. ببینین فراگیر وقتی میگیم در کجای از این فراگیر است؟ خب این به چشم مردم که خاک میزنیم جدا گپ است. دوم مشروع، از اول ابتدا که آقای تیم حاکم رؤسایش بالای کرسی ها که نشستن، یعنی با بسیار نمیفهمم دیگه که چی رقم یک یعنی چشم است که در برابر ملت میگفتن که میگفت ما مشروع هستیم. کدام از این مشروع بود؟ کدام از این فراگیر بود؟ ببینید ما نمیشه که از واژه های بسیار اساسی که امروز تمام مردم افغانستان آگاه هستند که نه حکومتش فراگیر بود و نه مشروع، و بعد از ایام نه فراگیر خواهد بود و نه مشروع، و شما انتقال انتخابات مجبوریت های ملی میگین. شما امو مجبوریت های ملی را لطف نموده مورد توضیح لست بتین. این کدام گپ مهم ساده نیست، به حیات 35 میلیون بازی داریم میکنیم. خب اجازه بتین آقای بهرنگ مجبوریت های ملی را توضیح بتین که هدفشون چی بوده. منظور ما از مجبوریت های ملی است که شما میبینین وقتی که انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شد، یک سلسله چالش های در انتخابات ایجاد شد که ناشی از عدم کارایی یا نرسیدن با مسئولیت های خود کمیسیون بود که اعضای کمیسیون برطرف شد. این یکی از دلایل بود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعویق افتید. دلیل دوم این بود که تیم هایی که فعلا کاندید هستند، جمع احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای دیگری، اینها دلایلشان این بود که قانون موجود انتخابات زمینه دخالت تیم حاکم یا حکومت در امور انتخابات بیشتر باز گذاشته، باید قانون تعدیل شود و ما مورد تایید و حمایت ما باشه قانون انتخابات. در اون صورت ما میتونیم به طرف یک انتخابات شفاف بریم که رئیس جمهور که فعلا رئیس تیم دولت ساز است، این های پیشنهاد هم قبول کردن و رفتیم ما به طرف. خب در صورت که هدف از رفع این چالش بوده باشه که آنچه که آقای احمدزی گفتن ظاهرا این چالش رفع نشده، وقت فهرست برنده های پارلمان می از طریق ارگ ریاست جمهوری اعلان میشه، با مفهومی چی از دیگه؟ ما نمیدونم دوستای ما به اساس چی چیزی ادعا میکنن که همه اینا کار حکومت است، در حالی که مطابق قانون کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات اردوشون کمیسیون مستقل هستن و اینا میتونن تصمیمات جدایی از حکومت بگیرن و حکومت اون داخله نداشته باشه. اگر یاد شما باشه آقای مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری از مداخلات حکومت به شدت انتقاد کرد. خب ما به این کمی یک مثال بسیار ساده بتیم که به بیننده محترم هم قابل فهم باشه. احزاب سیاسی، جامعه مدنی، جمع کاندیدای محترم، هر کدامشان یک نفر را پیشنهاد کردن در وقتی که اینا باید معرفی می شدن به عنوان کمیشنر و خود امینا به امینا رای دادن. رئیس جمهور که فعلا رئیس تیم دولت ساز است، اینا خودشان یک رای داشتن و می توانستن یک فرد پیشنهاد کنن و یک تا رای داشته باشن. با اکثریت آرا خود امینا هم اعضای محترم را تعیین کردن.
بنابراین پیش از وقت است که تا هنوز انتخابات برگزار نشده، تا هنوز تازه پیکارهای انتخاباتی شروع شده. شما کارکردهای دو کمیسیون مستقل زیر سوال ببرین، کارکرد کسایی که خودتان تعیین کردین، خودتان برش رأی دادین، اینا را زیر سوال ببرین و با قضاوت قبلی ذهنیت عامه مردم افغانستان نسبت به پروسه رای دهی و رای گیری امثال روندهای دموکراتیک مخشوش بسازین. این به نفع مردم سالاری و به نفع مردم افغانستان نیست. پیشتر دوستان اشاره داشتن که انتخابات منفعتش به تیم حاکم میرسه. ما میگم که و اعتقاد ما است که هر قدر که شما برای تحکیم ارزش های مردم سالار تلاش بکنین، منفعت از این برای افغانستان است. انتخابات برگزار شود، نفعش برای افغانستان است، چی ما ببریم چی ببازیم، نتیجهش هر چی باشه، در نتیجه افغانستان قدرتمندتر از امروز خواهد بود. تشکر. بیننده های گرامی، ادامه ارگ 98 پس از یک میان برنامه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدید. آقای عارفی، در کنار مجبوریت های ملی را که آقای بهرنگ توضیح دادن، بین رک راست برای مردم افغانستان بگوین که واقعا در بحث تصمیم گیری انتخابات ریاست جمهوری افغان است که تصمیم میگیره و یا اینکه واقعا آنچه را که حامد کرزی میگه امریکا است که تصمیم میگیره؟ یک نکته بگویم که در نهایت به ما مشخص نشد مجبوریت های ملی چی بود که باعث تعویق انتخابات و باعث نقض مقرر قانون اساسی شده. گفتن که بی‌نظمی که در برگزاری انتخابات پارلمانی بود به خاطر رفع چالش های انتخابات. اون نکته که مطرح شد که نمیدونم کاندیدای مختلف فکر خاصی داشتن، خب اون پیش از خیلی پیشتر از اون مطرح میکردن، چرا زمان و کشتن زمان تال دادن تا اینکه برسه به زمان انتخابات باز بیایند ای تو برنامه ها سر دست بگیرن که باز منجر به تعویق انتخابات شود. خیلی سخت است، خیلی سخت است، بسیار کار برای همکارای و تیم دولت ساز سخت است توجیه کارایی که شده. بسیار از مجبوریت ملی هم چیزی نفهمیدیم. او بحث پیشتر هم نتایج انتخابات پارلمانی منظور بود که باز گپ چرخ داده شد به انتخابات ریاست جمهوری. نتایج پارلمانی طبق بیان خود کمیشنرا به ارگ ریاست جمهوری لیست شده، ترتیب شده، اصلا بیخبر بودن کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات. کاش کمی کلمه مستقل مسئله رو برداشته شود که باعث تغییر مفاهیم و تحول مفاهیم نشود. مستقل این چیزی نیست که فعلا وجود داره. او گپی هم که آقای کرزی زده چیزی است که عیان است. آقای کرزی در انتخابات 2009 حالا قبل از او هم که به هر حال انتخابات 2009 چیزی که باز بعدن فاش شده در کتابایی که چه سیاستمدارای خارجی حاضر در مسائل افغانستان گفتن، چه بعضی متون دیگه‌ای که منتشر شده، در انتخابات 2009 شکست خورده انتخابات بوده، ولی در نهایت با مداخله‌های بیرونی که انجام میشه و یا انتخابات 2014 آقای غنی، چیزی که نمیشه به او شک داشتی بود که برنده انتخابات نبود، یعنی برنده صندوق‌های رأی نبود آقای غنی. در نهایت با او تقلبی که شد و با او شرایط بغرنج امنیتی که پیش آمد و سفر آقای کریم به کابل، آقای قنی خب در چنین وضعیت موارد را که شما اشاره کردین بدون شک که در کتاب‌ها هم ذکر شده، از جمله کتاب آقای اسپنتا و چند کتاب دیگه، حال چطور مردم و شما ذهنیتش تغییر میتین که واقعا بیان به طرف صندوق‌های رأی و امی انگیزه را برشان بتین که شما هستین که تصمیم میگیرین نه ایالات متحده آمریکا؟ ببینید، هر چی که میدان خالی باشد، یعنی ما خلل ایجاد بکنیم، اونا از دوست پیش خواهند آمد. اونا تلاش میکنند مداخله خود بکنند، یعنی نفر مطلوب خودشان بیارند به سایت چوکی بشانند. حکومت برحال هم تلاش میکند که یا خودش را اگر دوره دومیش هست یا نفر مطلوب خودش را اگر دورش پایان یافته به کرسی بشانه. منتها هر چی که ما، یعنی ما مردم، ما جامعه ارسن خالی بکنیم، فضا به اونا مساعد میشه. گپی است که مردم اگر خواهانی هستند که حکومت فاسد فعلی، حکومت ناکارآمد فعلی نتونه که مثل دوره قبلی سوء استفاده بکنه از امکاناتی که در اختیار داره، همین فضا رو با حکومت نده، ارسن خالی نگذاره، بیاین خودشان به میدان، از طریق رأی که میدن، از طریق نظارتی که میکنند، تنها رایی که هست فعلا نمی است که خودشان نقش پررنگ ایفا بکنند. تشکر. آقای احمدزی، باور تکت انتخاباتی شما چی است در بحث مداخلات خارجی ها به خاطر تعیین رهبر افغانستان؟
ببینین یک موضوع است که ما در کرانه دموکراسی هستیم، یعنی بعد از جنگ های بسیار زیاد داخلی که فعلا هم درگیریم قضیه هستیم و بعد از او به اساس امی همکاری جامعه جهانی ما با یک ارتش یا قوای مسلح نیمبند دست پیدا کردیم که آهسته آهسته به طرف یعنی خیزش دموکراسی یعنی طرف روندی که تمثیل میکنیم دموکراسی. خب اونا رول خود دارن، جامعه جهانی رول خود داره، چی اروپا باشه، چی ایالات متحده، چی سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل. مهمی است که مردم افغانستان باید معتقد به جمهوریت و دموکراسی باشه. اینمی اعتقادات مردم ببینیم کیا از بین برد، امیت می حاکم از بین برد. خب این باورمندی را شما چگونه دوباره میخواین احیا بکنید تا مردم بیان پس دوباره به طرف صندوق شما ببینید؟ ما وقتی ایره میتونستیم که احیا کنیم، وقتی میتونستیم که احیا کنیم، اول امی که ما انتخابات به اصطلاح بهانه های به نام مجبوریت های ملی را مد نظر ایجاد نمیکردیم و دوم به طرف به اصطلاح به طرف انتخابات به چیز نمیکردیم، به تعویق نمیداختیم. یک موضوع دوم، امی دولت که بر حال حاکم است امو یک دستاوردش که برای مردم دموکراسی را یاد داده باشه یا حداقل از او برشان نشان داده باشه وجود نداره. یعنی می ضعف تمام جامعه جهانی هم از این دولت خسته شد. میفهمی علتش چی است؟ هر روز از 10 نفر اینترویو میگیره، هر روز با 10 نفر سروی میکنن، میبینه که 9 نفر میگه که خسته شدیم، هم از مرگ و میر خسته شدیم، هم از دیگه. کجاست دموکراسی؟ این دموکراسی نوپار که شما میگفتین خب نه توسط دولت به ما داده شد، نه توسط جامعه جهانی داده شد، و جامعه جهانی نمایندگی خود در اختیار کی قرار داده بود؟ در اختیار دولت قرار داده بود. لحاظا ما مردم تشویق میکنیم که به این روند بره، اما وقتی که در پشت صندوق های رای میره و نتیجه برعکس میشه، ایره شما چی میگین؟ مثل که موضوع 2014 ما شما دیدیم دیگه. ضرورت به این نیست که حالا سر از این پافشاری کنه، یا به اساس حرفایی که آقای سپنتا نوشته که در انتخابات 2009 ما شما دیدیم. پس وقتی که ما مردم تشویق کنیم، مردم بگویم که برادر دموکراسی اصل است، انتخابات اصل است، یعنی زیربنای دموکراسی است که شما برین به اون طرف و ایجاد جمهوریت است که صدایتان را بلند کنین. اما سوال در اینجاست که مردم از ما همین گذشته را میپرسن، میگه امو رو خو یک دستاورد چخو به ما بتین. بیکاری زیاد شد، مرگ و میر زیاد شد، قتل عام زیاد شد، هر روز با چی حالت روان هستیم؟ کدام دموکراسی؟ لحاظ ما که میگیم داد از صلح میگیم، ما خود ما معتقد به دموکراسی هستیم و روند انتخابات هستیم که همه گه بره. اما وقتی که میگیم که صلح بیایه، که بهانه هر دو طرف از بین بره، بهانه هر دو طرف ختم شوه، هم کسی که ما را اذیت میکنه، هم ما را کسی که از داخل میخورن، یعنی به نام دموکراسی ما را در بدر کرد در تشکر. داخل نظام. لحاظا روی از این دلیل ما باید تشکر آقای بهرنگ بس. مشخصا پرسش را که آقای احمدزی پرسان کردن میخوایم پاسخش داشته باشم که دستاوردهای نظام حاکم به خاطر تطبیق و نهادین ساختن نظام دموکراتیک چی بوده؟ خب ما بهتر است که از دو جای دیگه شروع کنم با پاسخ. خب ابتدا امیر پاسخ بتین میشه باز بعد. همین که نظام کنونی مطابق با قانون اساسی فعالیت های خود به پیش برده، اصل تاکید اساسی بر جمهوریت، قانون اساسی، حقوق شهروندی، حتی فعلا که مذاکرات صلح در جریان است داره، آزادی مطبوعات وجود داشته، مثلا نمونه بسیار بارزش حق دسترسی به اطلاعات است. خب اما آقای عارفی گفتن که نظام فعلی برآمده از قانون اساسی افغانستان نیست، چیز نبوده که برآمده از آرای مردم باشد، در نتیجه یک تفاهم سیاسی بوده. تلاش برای اصلاحات، آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات هم در شکل و هم در محتوا، خودش نمونه از تلاش های حکومت برای تحکیم ارزش های دموکراتیک است. در قسمت ای که دوستات اشاره داشتنی که کمیسیون ها مستقل نیستن، من خواهشم از کمیسیون های اردو کمیسیون است که پاسخ برای کاندیدان محترم باید داشته باشن در حالی که خودشان تایید شدن. این اتهام یک سبب این میشه که با این واژه ها و با کاربردن این ادبیات در رسانه ها شما ذهنیت عامه مردم افغانستان را مخشوش بسازید. ما امیدوار هستم پاسخ کمیسیون انتخاباتی داشته باشند. ما طرفدار ایستیم که
همطور که دوستای ما گفتن ما مردم ما میخوایم فراخوان ما است، مردم ما خواست ما از مردم است که به پای صندوق های رای بیان که رئیس جمهوری که در نتیجه به وجود می باید به اساس آرای مردم افغانستان باشه، عین خواست ما داریم و از این نوع تقاضا و کمپاین حمایت میکنیم. نگرانی دوستایی است که دوباره رئیس جمهوری که انتخاب میشه ممکن است صندوق رای نباشه. ما یک نمونه شما میگم که بسیار ساده است. هر کاندید میتونه 35,000 ناظر داشته باشه در کمیسیون مطابق قانون انتخابات و مراکز رای دهی، لیست مراکز رای دهی و محلات رای دهی. 35,000 ناظر اگر ابدا کاندید هر کدام 35,000 ناظر بفرسته، ضمن از اینکه مشاهد وجود داره، نهادهای دیگری میتونن از پروسه انتخابات نظارت بکنن، رسانه ها میتونن از این پروسه نظارت بکنن، جامعه جهانی از این میتونه نظارت بکنه، خودش نشان دهنده است که ما میتونیم شفافیت را در انتخابات به وجود بیاریم، خوشبین باشیم نسبت به نتیجه انتخابات و مردم را عوض از اینکه ذهنیت عامه افغانستان را، مردم افغانستان را تخریب کنیم، با ادبیات سازنده، تلاش های مسئولانه و سازنده بیاین. خواست ما از کاندیدای محترم است و از تیمای دیگه است که برای نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک، یعنی حکومت کارخانگی خود در قسمت نهادینه ساختن ارزش های دموکراتیک عملی کرده. بله، تا هنوز بله. تشکر. ولی نسبت به آینده که شما قضاوت میکنید قبل از وقت است. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه برنامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. آقای عارفی، واقعا حکومت در بحث تحکیم قانون اساسی تلاش های خود انجام داده و کار خانگی خود به خاطر نهادینه ساختن ارزش های دموکراسی در داخل افغانستان عملی ساخته؟ نه تنها انجام نداده که یکی از فاسدترین حکومت ها به حساب تطبیق قانون اساسی بوده. بیشترم بحث مهمی بود، گفتم که همکارای ما به این تیم از این زاویه صحبت نکنند و چون انقدر مکرر قانون اساسی و قوانین نقض شده که هیچ قابل توجیه نیست برایشان. یک چیز خیلی عینیش، اکثر وزارتخانه های ما با سرپرست برای مدت های طولانی اداره می شد، در حالی که او مشخص است که یک دوره کوتاه مدتی وزیر سرپرست می تواند کار بکنه. یا نمیدونم، شما امیر رضا رو ببینید، امیر رضا به خاطر شرایط فعالیت هایی که هست یک اندازه من شبکه های اجتماعی رو بیشتر میبینم، هر لحظه خبر یک تقرر جدید، او هم به سطح های بالا ریاست و نمیدونم فلان و فلان و فلان و اینا. این چگونه تطبیق قانون اساسی است؟ چگونه سیانت از قانون اساسی است؟ نهایت فساد، نهایت سوء استفاده. آقای کرزی به هر حال یعنی در او دوره هم نقایص بود، ولی در این دوره اونقدر گسترده، سیستماتیک و هوشمندانه، چیزی که ما در مورد آقای غنی من نگران میکنه هوش زیاد ازی است. هوش زیاد ازی از طریق او چلایی که میتونه خودش به طور خاص پیدا بکنه برای اینکه به اهداف و منافع خودش دست پیدا بکنه و منابع را، برنامه ها را به سمت خاص و نظر خودش جهت بده، متمرکز بکنه، بسیار نگران کننده است. قانون اساسی نه تنها حفظ نشده، بلکه شاید ناکامترین حکومت تاریخ افغانستان به حساب تطبیق قانون اساسی باشه حکومت آقای غنی در دوره اولش. امیدوارم که مردم با آگاهی که پیدا میکنن، با بیزاری که پیدا کردن، اجازه ندن که یک دوره دیگه این شرایط سرشان تحمیل شود و یک 5 ساله نابسامانی دیگر ما پیش روی خود داشته باشه. تشکر. آقای احمدزاده، باور شما چی است؟ در قسمت نهادینه ساختن ارزش های دموکراسی حکومت وحدت ملی کارخانگی خود انجام داده؟ ببینین، ما به جامعه، به اجتماع خود هر روزه با مردم خود در تماس هستیم. بدون مسائل کمپاین که حالا شروع شده، بدون از این مسائل در تماس بودیم، شکایت های به سطح ملی و بین المللی فرستادیم، به سطح خود آقای غنی فرستادیم برایشان، یعنی مستند به شکل استنادی فرستادیم. و در این رابطه اگر شما هم یک وقت یک برنامه را بگیرین از فیلم گرفته تا به اینی که با کدام حدود نقض شده، همش پیش ما وجود داره. حتی در سطح خود دولت که چطور به دموکراسی لطمه بزرگ را وارد کرده. و اینا به یک چیز معتقد است بود آقای غنی، که همون که بیشتر ایشان فرمودن، که او به چی نحو میتونه که یک برنامه را به نفع خودش توضیح بده، تشریح کنه،
یعنی زمو تاکتیکی را که یاد از ذهنش که میگرده که این به ضرر این به ضرر جامعه است، چون جامعه ما در حالت بسیار بحرانی است. این میتونست که این کارا در اروپا یک کشوری که 6 میلیون نفوذ داره و جنگ نمیداشت کار میکرد، اما در کشوری دی تو یک کشوری که هر روز ما به فلاکت دچار هستیم، در این کشور نباید از این تاکتیک ها استفاده میکرد. شما ببینید یک استیشن برق 10 بار افتتاح میکنه، فیلمایش هست تو نیست. ما از هر وقت شما یک برنامه بزرگ را بخواین، نماینده شان هم بخواین که ما شما اسناد بریم. دوم، در رابطه با نقض دموکراسی، اینا به این دموکراسی فرمایشی که مثل دموکراسی که فعلا در کشور چین به اصطلاح ماویست ها به راه انداخته هستن، اینا به اون معتقد هستن، به شیوه یعنی لباس دموکراتیک می پوشن. در اصل یک دیکتاتوری مطلق است. فرن سال چی نوه برتون میگم، یا یک پیش از انتخابات یک اینجور جور کرد، مثال بیتم که تمام ملت در جریان است، بازدگاه ما آگاه شد، به نام دی ای دموکراسی فار افغانستان، برزی 8 میلیون دلار داد، در وزیر اکبر خان باش دفتر گرفت به نام آقای فضلی و داوود نورزی و فلان بسمدان در اداره امور بودن. این برنامه را شروع کرد برای کمپاین پارلمانی که چقدر وکیل داشته باشه. شما باورتان میاد ما لیست زیر داشتیم، ملاقاتایی که اینا داشتن لیست زیر داشتیم که اینمی افراد 100% که اونجا ملاقات کرده بودن و میگفتن که ما در وکالت پارلمان میایم. ما از طریق مطبوعات شما و از طریق مطبوعات تلویزیون های دیگر این را نشر کردیم، اگر یادتان باشه. در اونجا شما دیدین که حتی کمیسیون چند شد، اما اونمو نفرهایی که ملاقات کرده بود اونو آمده بودن، آمدن در پارلمان و نتیجه کابل هم دیدین دیگه. ضرور نیست شما انترویه رئیس کمیسیون و کنفرانس مطبوعاتی شد دیدین، گفت ما خبر نداریم. دیگه اگر ما بگیم که دموکراسی نه، این دیکتاتوری بسیار تاکتیکی است که مردم خود از این فلاکت باید نجات بده. با طرف اول نظر من این است که من معتقد به از این هستم که اولا مردم تصمیم بگیره که دیگه این فاجعه را ختم کنه و بعد از او به طرف یک انتخابات تحت یک ریاست منظم به پیش بره. تشکر آقای بهرنگ. بحث دیکتاتوری در حکومت وحدت ملی را میپذیره؟ متاسفانه تیم های انتخاباتی که شکل گرفتن باور اینا بر اساس تقسیم استوار است. در دوره حکومت وحدت ملی رئیس جمهور در رأس حکومت چون به خواست های شخصی افراد پاسخ مثبت نداده، متهم به ایست که انحصار است و به امثال ای اتهام ها. اگر رئیس جمهور مثل حامد کرزی دروازه قدرت را به اساس مصلحت روی همه باز میکرد، بدون شایستگی افراد استخدام میکرد، باج میداد، در اون صورت این رئیس جمهور یک رئیس جمهور دموکرات بود. دوستای ما به اشارات مختلف داشتن که به نوعی انتقاد و اتهام است. از آغاز بحث اجازه بدید شما صحبتات خودتان را داشت. از آغاز بحث اینا تمام تلاششان و ذهنیت دهیشان برای افکار عامه ای بوده که انتخابات را به نوعی ما تخریب بکنه، مردم را نسبت به بی‌باور بسازیم و به این بهانه تراشی بکنیم که ما قانون اساسی، روح قانون اساسی ایست که انتخابات باید برگزار شود، برای مردم مراجعه شود. هر تیمی که فکر میکنه شایسته است با قضاوت درست مردم افغانستان باور داشته باشه، ما مطمئن هستیم مردم افغانستان تصمیم عقلانه میگیرن که کدام تیم میتونه یک نظام مدیریت کنه، در حالی که بعضی از کاندیدای محترم تجربه حتی وزارت ندارن. تشکر آقای بهرنگ از اینکه فرصت اندک است. بسیار زیاد تشکر مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز، شما هم تشکر که تا این دم بیننده ارگ 98 بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.